دورد میفرستم خدمت همه دمتون گم که امروز با من همراه هستید یه اتفاقی افتاده در سوئد یه شرکتی در شمال سوئد اومده یه ابتکاری به خرج داده از اونجایی که خب ایزان اروپایی و سوئدی ما خیلی با فرهنگ هستن اصلا تاثیرگذار به زمین نمیندازن حالا البته اونایی که سوئد زندگی کردن میدونن داستان چیه از خدایش یک چیزی رو من اعتراف کنم سوئد کلا به یه خورده به دو, به دو دلیل کشور تمیزیه یکی اینه که به حال سوئدیا یک مقدار نسبت به بقیه اروپا بیشتر رایت میکنن یکی دیگه انقدر سرد و انقدر برف و بارون میاد میشوره زمین و به این دلایل تقریبا سوئد کشور یکی هم که اصلا مردم انقدر سرد تو خونن تو خیابون نمیان که بخوان چیزی رو کثیف کنن برای همین سوئد کلا کشور تمیزیه اما زمانهایی که مثلا هوا گرم باشه میان تو خیابون یا مثلا جمعه بازاری باشه یا فوتبالی باشه اون موقع با میزان فرهنگ عزیزان بیشتر آشنا میشیم یادمه که مثلا یه جمعه بازار بود اولین بار بود مترو شلوغ بود مردم همدیگه رو حل میدادن در فوتبال مثلا تیم هاماربی و اینا یا دی گوردن که من تو سوئد بودم مثلا بازی های گوردن رو تلاش میکردم برم تیم جالبی بود و بود. من علاقه دارم میرم استادیوم و بازی های دیگه رو میرفتن بازی با هاماربی بود مثلا این دوتا بازی دربی بود دیگه توی شهر بود یا تیم آیکو که اگه اشتباه نکنن آیکو هم که در سلنای استروکون بود اینا بازی داشتن اون وقت میدونید دیگه زمین پره مثلا تحصیقاره و خیلی جالبه فوتبال ها رو عموماً خود سوئدیایی اورجینال میان مهاجرا نمیان یعنی کسایی مثل من که مهاجر بودن فوتبال ها رو میرفتن نهایتا 20 درصد میشدن 80 درصد خود سوئدیا میان و شما اونجا میبینید آب میخورن و میندازن رو زمین دیگه تاسیگارا رو زمینه یعنی اگر سوئد کشور تمیزیه به خاطر که انقدر سرده کسی تو خیابون نمیاد برف و بارون زیاده زمینو میشوره بعضی مواقع خدای سوئدیا نسبت به بقیه ملیت ها رایت میکنن ولی اگر هوا گرم باشه یا فوتبالی باشه اون رایت هم نمیکنه حالا داستان چی شده یه کلاق یه شرکت اومده و کلاغا رو آموزش داده که تاسیگارا رو وردارن بیا بندازن توی یه دونه دستگاهی که مثلا حالت آشخالی داره جمع میکنه و به جاش غذا دریافت کنن فیلم قضیه رو ببینید تا بگم داستان چیه این کلاقی که میبینید بچه ها بچه ها کلاق کلاق بچه ها. داره کلاقه میاد تاسیگا رو ور میداره تو دستگاه مخصوصی که تعریف شده میندازه و ازش غذا دریافت میکنه و غذا میخوره و کلاغای این شهر رو تونستن یه تعدادشون رو آموزش ببینن و آموزش بدن و دارن این کار رو الان صحبت میکنن که در مابقی جاهای سوئد انجام بدن فعلا در یکی از شهرستان شمال سوئد این اتفاق افتاده که کلاقا میان تاسیگا رو میندازن و به غذا دریافت میکنن بیچاره کلاق هم میخواد بشه چرا الان کلاق سوئد یخ میزنه دیگه تفلکی ها و دارین صحنه رو میبینید خب این من دیدم خبرگزاری منو خیلی از خبرگزاری واکنش نشون دادن خبرگزاری منو تو اومد و این خبر رو پوشش داد برام جالب بود اومده بود و زده بود که کلاقه داره ورمیداره و نوشته بود که آقا جان داستان اینه بذاری من خود بزرگترش کنم نوشته بود که کلاخ های یک شهر شمالی سوئد در ازای جمعوری تصدیگار های کف خیابان و انداختن آن در یک دستگاه خورد کننده زباله قضا دریافت می کنند. این پروژه آزمایشی در نظر دارد تا با استفاده از حیوانات وحشی هزینه پاکسازی محیط شهری را کاهش دهد. به گفته مؤسسه این شرکت روش به کار گرفته شده می تواند 75 درصد هزینه های پاکسازی را کاهش دهد و استفاده از این پرندگان به صورت داوطلبانه بوده ببینید استفاده از این پرندگان به صورت داوطلبانه بوده انگار پرنده شعور داره فهمیدی چی دارم میگم که اصلا امضا داده باشه که آقا من داوطلبانه دارم میام یعنی طور رو خدا نگاه کنید چگونه با آدم چیز میکنه خبر را داشته باشید استفاده از این پرندگان به صورت داوطلبانه بوده و نسبت به دیگر پرندگان این ها آموزش پذیرتر بودند. گزارش می‌خوام. اینجا که داستان بود، پرندگان لبانه بودم. خب کاری که دارن انجام میدن. ولی خبرگزاری ها رو میخوام بهتون بگم اینا بهش میگن سواد رسانه فرض کنیم این کار توسط یک شرکت ایرانی در یکی از استانهای ایران انجام میشد میخوام میگه میدونم همتون حرفه ای شدید خبرگذاری ها در منوتو در بی بی سی چگونه خبر رو درج میکردن یا همین اتفاقی که الان در سوئد افتاده در ایران رخ میداد چگونه خبر رو گست میخوام بنویسید برام میخوام ببینم که کامنت های شما رو بخونم مطمئن باشید گروه های حقوق بشری اینا بیانیه میدونن با این خبرنگارا در همین مناتو در همین مناتو میومد مثلا گزارشگر مناتو مثلا فیلم میگرفت سلام سالومه ببینید در ایران ببینید چیکار دارن میکنن حالا با ما انسان ها که دیگه دود ماشین و اینا رو به خوردمون میدن الان یکی از اینا از همین شهرداری استان شیراز یا استان اصفهان خانم سالومه بانو سالومه اومده و کلاقهای شهر رو مجبور کرده که با منقارشون بیان سیگارها رو جمع کنن که این ترسیگارها سیگارا سالوم جان باعث مسمومیت این کلاقها میشه و نیکوتین این سیگارها باعث میشه ریه این کلاقها خراب بشه و اینا زود بمیرن و کلاقی که میتونه عمر زیادی داشته باشه زودتر فوت کنه سالوم جان خیلی ممنون اینو میفرستم برای گزارشگر خوب من و تو غیر ای از اینه میخوام بهتون بگم چجوری دارن رو اعصاب و روان ما ببین با همین خبرای کوچیک میتونیم خیلی مسائل بفهمیم تاسیگار برای یک کلاق مزره نیکوتین سیگار مزره دارن انجام میدن دمشون گرم من نمیخوام وارد بحثای پزشکیش بشم من از نظر ژورنالیستی فقط بررسی میکنم این خبر در مورد ایران کاملا برعکس مخابره خواهد شد فورا مردم ایران آقا این حکومت ددمنش با ایجاد جاده های به مانند جاده چالوس جاده های خطرناک حالا جاده چالوس زمان رضا شاه درست شده جاده های خطرناکی مثل جاده چالوس یا ماشین های کم کیفیت و عدم آموزش درست به ما مردم ایران در مورد رانندگی باعث قتل عام ما توی جاده ها میشه و حالا افتاده به جان پرندگانی چون کلاق آقا حامیان کلاق در میاد ما حامیانه که آقا تیشرت میپوشن سلبریتیا ها از اون آقایین حالا نام سلبریتی رو نمیاری تیشرت ها رو حالا اسقر فرادی رو نام میاری آقا اسقر فرادی تیشرت میزنه پرچم ایران در کنارش یه دونه کلاق میزنن که ناراحته پرچم سیاه ایران در کنار کلاق سیاه بعد تیشرتش هم میپوشن آقای اسقر فرهادی میاد میگه درود بر کلاق ما برای کلاق فیلم میسازیم آقا فیلم میسازن فلان میکنن گزارش میدن سلبریتی ها بیانیه میدن که چی آقای آقا ها الان دچار تنگی نفس میشن ریهشون خراب میشه مسموم میشن و واقعا همین گونه رو مخ و اعصاب مردم را میدن آقا انقراض کلاق ها بچه ها دارن کلاق آزاری کلاق آزاری اوریان در تهران در اصفهان، در مشهد جمهوری اسلامی برای چه در چه سیاستی چه سیاستی باعث شده که کلاغ کنه سیاست های پیگیر در مورد کلاغ حالا دا آقا گزارش دعوت میکنه برنامه های مختلف بی بی سی و صدای ریاض این خانم بهاییه این زنک بهاییه کیه چی چیه ثابت هم میشه چند تا کارنشناس میاره شما فکر میکنید در این شرایط جمهوری اسلامی و نظام رژیم رژیم چه اهدافی رو دنبال میکنه برای مسموم کردن کلاقها حالا اصلا ببین کجا میکشونن قضیه رو ولی اگر در سوئد باشه این کار کار با کلاسیه این کار کار با کلاسی میشه قشنگ میان گزارش تهیه میکنن هیچ مشکلی نداره دمش کم سیگار دارن تسیگار جمع میکنن اینا همه سواد رسانه یعنی ما بعد ذهنمون رو آماده کنیم تماما دارن علیه ایران سیاه نمایی میکنن تمام دارن علی ایران سیاه نمایی میکنن ثانیه به ثانیه بر حواسامون رو بیشتر جمع کنیم با جانوران عجیبی طرفیم بسیار جانوران عجیبی هستن قربتون برم شب رو خوش خیلی ممنون که این برنامه رو توجه کردید همه به خدای بزرگ میسپنم پاینده ایران و بدرود